کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان اعلام کرده که در پی واژگونی قایق پناهجویان روهینگیایی در آبهای اندونزی حدود 75 پناهجو غرق و ناپدید شدند این سازمان می‌افزاید که این قایق 151 سرنشین داشته است کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه سوم فروردین در یک خبرنامه مشترک اعلام کرد که این قایق حامل پناهجویان در سواحل ایالت آچه اندونزی در روزهای گذشته غرق شد و شش تن آنها را ماهیگیران محلی نجات دادند. فعالان حقوق بشر میگویند اقلیت مسلمان روهینگیا ها سال هاست که در کشور میانمار با تبعیض و خشونت مواجه هستند به گفته آنها مسلمانان میانمار از حقوق شهروندی برخوردان نیستند و به عنوان گروه غیر مجاز و غیرقانونی که از جنوب آسیا به این کشور مهاجرت کردند شناخته می شوند در چند سال اخیر این اقلیت مسلمان به دلیل کشتار و خشونت سیستماتیک از میانمار به کشورهایی چون بنگلادش، هند، اندونزی و دیگر کشورهای همجوار مهاجرت کردند. بر اساس آمار سازمان ملل تا کنون 2300 پناهجوی روهینگیایی به اندونزی رسیدند و از سال 2014 تا کنون دست کم 570 تن آنها در دریاها غرق شدند.